برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نمایشگاهی هنری در شهر معروف ونیز ایتالیا در حال برگزاری است که در آن نقاشی های بسیاری که یادآور حماسه کربلاس به نمایش در آمده است. روبینا کارودی مدیر این نمایشگاه گفت در این نمایشگاه با زبان هنر روایت نمادین از این فاجعه از طریق نشانه ها و نمادها و ترکیب قابلیت های تصویری متضاد به تصویر کشیده شده است. صحنه های نمایش داده شده در این نقاشی ها با این جمله که اگر اسب ها می توانستند حرف بزنند در اردوگاه حسین بودند نشان داده می شود. این نمایشگاه به موازات 60th نمایشگاه هنری دو سالانه ونیز و نمایشگاه دیگری که توسط یک موزه هنری در دهلی هند برگزار می شود برپا شده است. سومین کنفرانس بین المللی گردشگری حلال در استان ازمیر در غرب ترکیه برگزار شد. گردشگری حلال زیر مجموعی از گردشگری است که برای خانواده های مسلمانی که از احکام اسلام پیروی می کنند در نظر گرفته می شود. هتل ها در چنین مقاصدی مشروبات الکلی ارائه نمی کنند، استخرهای جداگانه و امکانات مجزا برای مردان و زنان دارند و فقط غذاهای حلال ارائه می کنند و دارای نمازخانه هستند. ترکیه در کنار مقاصدی مانند مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی یکی از محبوب ترین مقاصد برای گردشگرانی است که به دنبال پیشنهاد حلال هستند. مهمت کاراکاش رئیس دانشگاه آفیون کجا تپه گفت افزایش جمعیت مسلمانان در سراسر جهان همراه با افزایش مسافران مسلمان فعالیت در گردشگری حلال را رونق داده است. شرکت اوپن ای آی روز دوشنبه اعلام کرد که در بروز رسانی نسخه جدید چت جی پی تی این ابزار هوش مصنوعی می تواند ببیند و بشنود. بنابر اعلام اوپن ای آی با این بروز رسانی چت جی پی تی می تواند دستورات صوتی متنی یا تصویری را درک کرده و با کاربر تعامل کند. این بروز رسانی که جی پی تی او نام دارد از دوشنبه رایگان در اختیار تمامی کاربران قرار دارد. پیش از این سازنده اوپن ای آی اعلام کرده بود که با اضافه شدن قابلیت حافظه به چت جی پی تی این سیستم خواهد توانست جزئیاتی را درباره کاربرانش بیاموزد و به خاطر بیاورد. مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در افغانستان گفته که بیماری سرخک در این کشور شایع بوده و در سه ماه نخست سال 2024 جان 29 نفر را در افغانستان گرفته است. به این مطلب را روز دوشنبه 24 اردیبهشت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است. این در حالی است که سال گذشته تنها در بیمارستان استان بدخشان 9700 مورد مثبت سرخک ثبت شده و از این میان 21 کودک در پی آن جان باختند. سازمان جهانی بهداشت هم در اسفند ماه سال گذشته گفته بود که آمار مبتلایان به سرخک در افغانستان از هفته سوم نوامبر سال گذشته به این سو افزایش یافته است. منابع محلی در بدخشان میگویند که معترضان در شهرستان ارگو با انتشار فراخوانی از مردم افغانستان به ویژه ساکنان این استان خواستند تا به قیام علیه طالبان بپیوندند. منابع روز دوشنبه 24 اردیبهشت تاکید کردند که ساکنان شهرستان ارگو با شعار از دور و نزدیک به اعتراضات مردمی بپیوندین تا کاخ ظلم و استبداد متعصبین فرو ریزد، بزرگ راه ارگو و فیض‌آباد را به روی رفت آمدها مسدود کردند. این در حالی است که روز گذشته در پی شلیک طالبان به معترضان 3 نفر جان باخته و 25 نفر دیگر زخمی شدند.